دوربین درسته؟ دارم درستش میکنم استاد. من چی؟ من خوبم. شما همیشه خوبی استاد. بده یه پیشبندت برای صفر کن. ببین چند تا کتاب امروز استاد یه دقیقه جلجل نکن. جلجل؟ جلجل چیه؟ لطفا تکون نخور. آها. بعد این کتابا رو بچین تو قفسه میخوایم بفروشیم. کدوم کتابا؟ اسمشون چیه؟ آبیای قرمزا. آبیاش. من بوزینم. اه خوشبختم. من آیدینا. اسم کتاب اینه بیادب. ها این قرمزاش چی؟ من بوزینم. زرداشم تو بوزینه ای؟ اه تو بوزینه ای نه من بوزینم. خب ما هم که همون رو گفتم دیگه. ما راستی بری چی جلداش با کاغذ رنگی؟ نه اون کاغذ رنگی نیست. اون واسه دیزاینشه. یه جوری طراحی کرده این انتشاراتی که با کتابخونه ست بشه. از ست رنگ اصلی هم استفاده کرده. مثلا اگر سبز بخوای زرد و آبی رو با هم قاطی می‌کنی. خیلی حرفه‌ای. کارمان به کجا رسیده که دیگه بوزینه هم کتاب چاپ می‌کنه. سلام به شما کافی‌شاپی با فرهنگ و کتابخونه خودم. خوشبختانه در راستای توسعه کافی‌شاپ کافه کتابمون رو هم افتتاح کردیم و کلی کتاب باحال داریم. شاهنامه فردوسی نه کتاب جهان سومی نمیاریم. به جاش کتاب خودت باش دختر رو داریم تا کسی اشتباهی یکی دیگه نباشه. این کتاب خیلی چیزای مفیدی رو بهمون آموزش میده. مثلا بهمون میگه صبح از خواب بیدار شیم، دست و صورتمون رو بشوریم، بعد کار امروز رو فردا نندازیم. خب اگه این کتاب رو نخونیم ممکنه فراموش کنیم از خواب بیدار شیم. درود به شما کافی شاتی های عزیز، امروز در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی یک کتاب شعر بی نظیر که راجبش صحبت خواهیم کرد. استاد بینام خب این کتاب یک کتاب پرفکته، کتابی که پر از شعر و متعاقبا شعوره، کتابی که ظاهری سورئال داره و باطنی رومانتیسم. خیلی از منتقدین گفته بودن که این کتاب از معنا توهیست. من میخوام بگم که چه معنایی زیباتر از توهی؟ یک کاغذ سفید یا یک معنای توهی به مثابه یک نوزادی است که به تازگی پا به این دنیای پر از پلشتی گذاشته و هنوز آلوده نشده. شاعر در سراسر اشعار کتابش سعی داره با کمگویی و استفاده از آرایه ادبی اینتر حرف خودش رو مختصر و مفید به ما بزنه. در نهایت هم تفسیر رو به عهده مخاطب بذاره. اون کلمات بی ارتباطی هم که کنار هم میاره برای اینه که ما به رازش پی ببریم. درست مثل تکه‌های ابر توی آسمون میمونه که هر کس متناسب با خلاقیت خودش تصویر مد نظر خودش رو در اونها پیدا کنه. استاد سوالی که به وجود میاد اینه که چرا انقدر این اشعار کوتاهه؟ خب رود درازی رو که همه بلدند، مهم اینه که مختصر و مفید باشه. مثل آفرین، مثل قند خوشمزه که انسان به آرامی در دهانش میذاره، اجازه میده که آب بشه تا مزه اون رو و شیرینی اون رو زیر زبون خودش جستجو کنه. اگر قند زیاد بخوریم چی میشه؟ قند تمام میشه. نه، دیابت میگیریم. شعر باید کوتاه باشه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. مثنوی 26000 بیت داره، هی کشش میده. خب خیلی از این حرفا و صحبتها و نصیحتها رو میشه در چند تا عکس نوشته در قالب سخن بزرگان گفت. خیلی هم سوال میپرسن چرا در یک سری از کتابها یک صفحه در میان صفحه خالی داریم. شما میدونید چرا؟ استاد شاید به خاطر اینکه یه صفحه در میان استراحت کنیم و خسته نشیم. ببخشید استاد، بفهم. نه خیر، نویسنده برای حفظ پیوستگی و سنخیت متن و محتوا این کار رو کرده. شعر سپید بر کاغذ سپید، صفحات فرد سپید و صفحات زوج چند خطی شعر. کسی که زوجی داره شعر میگه، اونی که فرد تنهاست سکوت میکنه. خب اگر اجازه بدید من یک شعر رو میخوام انتخاب بکنم و از این کتاب برای شما بخونم. همین رو میخوام بخونم استاد؟ بله، اگر شکال نداشته باشه. نه خواهش میکنم بفرم. شاعر می‌فرماید که هورا هورا گوجه ها، هورا گوجه ها، گوجه های من، هورا گوجه ها، گوجه های من، بزنید آسفالت کنید دهن سفیده تخم مرغ ها را.
دهن سفیده های تخم مرغ ها را، قرمز کنید املتم را، من هم با شما. چی کار داری میکنی؟ مگه اینجا جای آشپزیه؟ استادم شعرتون رو تفسیر میکنم. لازم نکرده، خودم تفسیر میکنم. تو انقدر آدم سطحی هستی که فکر کردی مراد از املت این املته؟ چرا شاعر گفت دهن سفیده تخم مرغ؟ چرا نگفت دهن زرده تخم مرغ؟ چون زرده ها دهن ندارن. مگر سفیده ها دارن؟ نه. خب چون زرده، آفرین یکی گفت، چون زرده نماد خورشیده و سفیده نماد ماه. نه، ابر. ابر. خورشید به پشتش باز گرما بخشه و ابر هوا رو دلگیر میکنه. برای همین ما ابرها رو دوست نداریم. حتما دیدید وقتی لشکری شکست میخوره یا مسئولی رسوا میشه به سمتش گوجه پرتاب میکنه. چرا گوجه؟ چون هم ظاهر توپی شکل داره، هم قرمزه و هم آب داره. یعنی در آن واحد میتونه یک نفر رو به کثافت بکشونه. پس رسالت این شعر اینه که ما باید همراه با گوجه ها روزهای ابری رو کنار بزنیم، به خورشید برسیم و گرماش رو حس کنیم. خب متشکرم از استاد بینا، املت شاعرانه ما هم آماده شده. دلتون نخواد یه املت مشتی با استاد استاد ببخشید پیاز نماد چیه؟ فکر کنم نماد معشوق بیوفاست که عشق آدمو در میاره. آفرین استاد، خیلی خوب بودین امروز. املت می‌زنی؟ میل ندارم. باشه. باه با تو عمر رو یا بزن یا دستامو نشستم. من دستام تنگی بیا لقمه سر میگیرم. نه نه نه، خودم یه لقمه برمیدارم برای اینکه در مبارزه گوجه ها علیه سفیده های تخمق شریک باشم. اینجا هایدین؟ سلام استاد. کتاب میخونیم؟ بیکار بوده، مشتری نبود، گفتم یک چند صفحه کتاب بخونم. کتابا چیه؟ کتاب با کلاس بخون، من بوزینه هم بخون. نه استاد، دست در نکنه، من کتابا خودم راحت‌ترم. چی هست حالا؟ ابن مشغله دیگه، مال نادر ابراهیمی. خیلی کتابای خوبی داره، خدا بیامرزش، لنگنه داشت. نادر ابراهیمی؟ خادی. انتخاب کتابم دمودی. آخه نادر اسم نویسنده است. لااقل 4 تا کتاب از جوجو مویز بخون. هم 4 تا چیزی یاد می‌گیری، هم واسه حافظه خوبه. اولا استاد جوجو مویز نیست و جوجو مویزه. دوماندشن. خواندم، چیز مالی نداره کتاباش. همون چیزایی که خودمان یاد داره میبرشته با خاطراتش خاطی گرده ده خورده ملت. اولا من خودم میدونم تلفظ درستش جوجو بله چیزه. خب بله بله. دوم من خودم هر شب قبل خواب کتابای آرتور شوپنهاور رو میخونم، به من این چیزا رو یاد نده. شوپنهاور استاد، شوپنهاور. ظرفاتو شستی؟ بله. برو دوباره بشور. نشسته اینجا اسمن کتاب میخونه. کتاب بهترین دوست ماست. دوستم باید پایه باشه. من خودم از کتابای قطورم به عنوان پایه مانیتور استفاده میکنم. کی حاضر همچین کاریو بکنه؟ رفیق تازه رو نیم ساعت مانیتور برات نگه داره؟ نه. پس کتاب برای گردن و کمر هم خوبه. تازه من از کتابای قطور به عنوان گوشکوبم استفاده میکنم، باش گردو میشکنم. گردو هم که میدونید برای مغز خیلی خوبه. نه ربطی به فسفر نداره، چون شبیه مغزه برای مغز خوبه، مثل پشمک که برای رشدمون خوبه. کلا خوبی کتاب اینه که همیشه در دسترسم و همراه همون راحت میتونم بزنم زیر بغلم. ولی همین آیدین یک بار حاضر نشد بزنمش زیر بغلم. بشم با آیدین. آیدین، آیدین چیکار کردی؟ دارم چای میخورم. ولی چی اینجوری چای میخوری؟ همه همجوری چای میخورن دیگه. خب زود باش بریم، مراسم خراجی داریم. این برو بگی یک ساعتی میام مالی نقاشیه یا سا روب چی؟ اینا مارمالاد گوجه فرنگی که سرشار از آنتی اکسیدانه. مردم عدد خود رو نداری خودم بری اصلا منحنی قطی رو ببار کردم کن منحنی نه مبرب حالا چی فرق رو میکنه دیگه اصلا؟ خب نواسه خوبه تو بپوش بریم. لباس هم که همین خوبه دیگه اوسا، بی قشنگ خوبه دیگه. خیلی بی کلاس اینو. بیا من خودم لباس هم اوسا، یه گرجه دیگه میگه چی خوب خوبه دیگه. خب بذار چای می بردارم. بیا بذار لاته میدم. بیا بابا لاته نیست، اون لاته یه لاته با شیشه. خیلی خوش اومدید. ممنونم. درود به همه شما عزیزان. به حراج امروز
خیلی خوش اومدین. تابلویی که امروز قراره به حراج گذاشته بشه اثری از استاد منوچهر مورب هست که در سبکی ابداعی به نام فودیسم طراحی شده که با استفاده از مواد خوراکی به جای رنگ طراحی یا به قول خودشون طباخی شده، چون استاد بعد از طراحی اثر با مواد غذایی به تابلو حرارت میدن تا گرمای اثر بیشتر بشه و اثری پخته رو به دوستدارانشون ارائه بدن. من یه آنتراکت اعلام میکنم تا از خودتون پذیرایی کنید به افتخار خودتون. خب تا لحظات دیگه حراج استارت میخوره. خیلی خوشحالیم از اینکه در این حراج در خدمت اهالی فرهنگ و هنر هستیم. نام اثر قفل قضاوت و مبلغ پایه 100,000 دلاره و نفر بعدی که داوطلب میشه نسبت به رقم قبلی 20,000 دلار اضافه میشه که در واقع هر واحد 20,000 دلاره که البته رقم ناقابل و ناچیزیه، اما چون استاد براشون مادیات مهم نیست این عدد رو کارشناسی کردن. خانم ها آقایان، از این لحظه حراج آغاز میشه. تابلو قفل قضاوت به مبلغ 100,000 دلار. 100,000 دلار 1، 100,000 دلار 2، 120,000 دلار 120,000 دلار 1، 120,000 دلار 2، 140,000 دلار 140,000 دلار 1، 140,000 دلار 2، 160,000 دلار 160,000 دلار 180,000 دلار 180,000 دلار 1، 180,000 دلار 2، 200,000 دلار بسیار عالی. 200,000 دلار 1، 200,000 دلار 2، 200,000 دلار. خب دوستان، مارمالادی که توی نقاشی استفاده شده کاملا ارگانیکه و از گوجه گیلاسی حاوی آنتی اکسیدان است. بله، 220,000 دلار. آفرین. 220,000 دلار 1، 220,000 دلار 240,000 دلار درود بر فرهنگتون. 240,000 دلار 1، 260,000 دلار 260,000 دلار 1، 260,000 دلار 2. دوستان، برای دیدن این اثر نیاز به داشتن چشم نیست، چون که مارمالاد بوی تیزی داره و شما به بوی تیز قضاوت پی میبرید. آفرین. 280,000 دلار 280,000 دلار 1، 280,000 دلار 2، 200. ببینید، میشه با چشیدن این اثر هم به اوج هنر استاد پی برد. 300,000 دلار 300,000 دلار 1، 300,000 دلار 2، 300,000 دلار 2.5، 300,000 دلار 2.75، ربش آکرولیک بوده. 300,000 دلار 2.85، 2.95 شد که بگم سر ساعت. 320,000 دلار 320,000 دلار 1-2-3 فروخته شد. خب تبریک میگم به شما بابت خرید این اثر فوق هنری. امیدوارم قیمه های خود منظورم اینه که تو پنت هاوستون بذارین و از دیدنش و بویدنش و حتی مزه کردنش لذت ببرین. تشویق بفرمایید. ما اینجا اکثر کتاب هایی که داریم انگیزشی و موفقیته، چون من خودم از اینجور کتاب ها استفاده میکنم و آدم موفقی هم شدم. مثلا کتاب تخت خوابت رو مرتب کن، قبلش همیشه تشک و پتون جلوی دست و پام بود و اذیتم میکرد، ولی بعد از خوندن این کتاب قشنگ گوله میکنم پرت میکنم یه گوشه خونه، خیلی کم تر جا میگیره. یا کتاب لطفاً نفس بکش، قبل از اینکه این کتاب خواهش کنه و بگه لطفاً نفس بکش، همیشه تنگی نفس داشتم، حوصله نداشتم نفس بکشم، رگای گردنم متورم شده و چشام از حدقه داشت میزد بیرون، ولی این کتاب واقعاً جونم رو نجات داد. جان؟ بله بله، ما از این کتابا زیاد داریم. اصلا 97.3% کتابامون تو ژانر موفقیته. یه کتابم امشب به دستم میرسه به نام شرمنده نباش پسر، مخصوص کسایی که دچار بحران شرمندگی شدن. ولی من به شما پیشنهاد میکنم کتاب تمیز باش مرد رو بخونید. نه قصد جسارت نداشتم، میخواستم متناسب با نیازتون بهتون کتاب معرفی کنم. آها، اونایی که رو بدنتون تتوئه، وای خواهش میکنم من رو ببخشین، خیلی تتوهای قشنگی دارین، مخصوصا باب اسفنجی بازوی چپتون خیلی به عقابه میاد. مسخره چی آقا؟ من رو توضیح میدم خدمت. یه لحظه اجازه بدین. ای بابا، درب 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 درب
رخو ببین دوستان اینجا اینا دستشون کم نمیره هر چقدر که تو دست جا بشه میتونی خوراکی برداری مجونی چیکار میکنی اینجا کاهوار بری چی ریختی مگه تو برنگشتی شهرستان دارم زب کنم برو بیرون مزرم نشو گارسون ما شدم گارسون دیگه هی فوکس میشابه هایی که دادم تو مسجدو خوردی من آی مجونی نیستم اشتباه گرفتی آیدی چیز یعنی گارسون تو جراحی پلاستیک هم بکنی یا نگاه کن صورت بکوبی دوباره بسازی از شکم بودنت قابل شناسایی یک نگزیدی و یک لباس عوض کدی فکر کدی ما دیگه نمیشه سومت من مستر قلومبه هم آیدین برو مزایم نشو قلومبه؟ اسم برازنده یه خیلی به علمیه برچی اینجا را حالا کسیف کردی؟ کسیف چیه دارم کار میکنم چکار میکنی اینجا؟ من فوتبلاگرم دیگه نمیدونستی؟ خب نه حداقل با نون بخور سیر یا اینا غذا 15 نفر آدم ها دوستان این سیب زمینی با آدم حرف میزنه قلمبه چی زیدی که سیب زمینی ها با آدم حرف میزنه هرچقدر حرف میزنی داشتم میگفتم دوستان اینا سوخته موشکه یعنی چی؟ این سیرابی آهوی سخاری شده است این پای مرغ تنوری با پنیر چدار سرو میشه اینم مغز قلم گاو میشه با پنیر موزارلا چی اینا تبلیغ میکنی ملت بخورن معده‌شان قاطی میکنه قلمبه نکن توهین نکن آقا توهین چی خودت گفتی اسمت قلمبه خو تو داری مسخره میکنی حالا یکم از این مغز بزن بیا خوشت بریار مگه مغز خر خوردم چی اینا ما بخورم معده‌ام قاطی میکنه ای بابا ای بابا قلمبه دو ساعت اومدی هنوز شروع نکردی اینه مزره چی کارش دارید این چرا کافر گوشی رو سرت استاد قلمبه بپرس پوت گفت قلمبه خب قرار بود قلمبه صدات کنیم ها ولی بد میگه استاد ببین مو بد میگم بگو قلمبه نه به نظرم خوب داره میگه اصلا مهم نیست عینک و لباس بابا این لوسفازی تک بزا بره بابا الان تبلیغ میکنن ملت میریزن اینجا باز شلوغ کاری میکنن و کسیف کاری میکنن کی میخه اینجا رو تمیز کنه بابا کارش بزا کارشو انجام بده استایی کارا اسرافه برکت خدا نگاه چی جایی فومیل کرده ایشون قرار از بعد همکار ما باشن به نظر ما هم دوست باشین اگه قرار رو با هم همکاری کنیم این باید با ما محترمانه حرف بزن منطقی خب چجوری صدات کنم قلمبه مستر قلمبه استا خدا به کیلی بذار ای بره برگرده خانه شان ای میدهش دست خودش نیست یک کاری دست خودش مده ها ظرفاتو شستی شما؟ بله خب برو دوباره بشور چند بار باید بهت بگم تمیز بشور ای بابا باشه خدا خیلی کنم ببین آیدین هم رفت کارتو شروع کن پیتزا چی شد؟ پیتزا الان میاد دادم چسبچوب قاطی پنیرش کنم که قشنگ کش بیاد چسبچوب ضرر نداره؟ اگه ارگانیک باشه نه فقط یه جوری پیتزا رو گاز بزن مردم نصف شبی حواسشون کنه کارید نبشه ما تنها چیزی که خوب بلدم همینه ارباب خودم گلی به جماله از کجا بگم وصف کمال حاجی فیروزم بله ساری یه روزم بله حاجی فیروزم بله مثل نیم سوزم بله بشکن بشکنه بشکن من نمیشم روخو ببین سیرابی سخاری آهو بعضی از مشتریامون میگن موقع کتاب خوندن حوصله‌مون سر میره خب زیرش خاموش کن سر نره نه منظورم اینه که کتاب خوندن هم مثل کارهای دیگه نیاز به انگیزه داره باید مثل من هدفتون مشخص باشه مثلا من خودم واسه که تشویق بشم همیشه لای کتابام خوراکی میذارم البته باید بگم این خوراکی باید نوعش مشخص باشه مثلا کوفته تبریزی هم حجمش زیاده لای کتاب جا نمیشه هم کثیف میکنه ولی پیتزا خوبه نازوکه تازه من با این روش پشمونم کتاب خون کردم همیشه لای کتاباش استیک براش میذارم روزی 5 تا کتابو ورق میزنه یکی دیگه از کارهایی که بهتون انگیزه میده اینه که موقع مطالعه کردن از خودتون عکس بگیرید و استوری کنید فقط باید اصولش رو رعایت کنید مثلا با زیرپوش و پیژامه فقط میشه اخبار دید و هندونه خورد شما باید لباسهای خوبتون رو بپوشید عینک گرد بزنید کنار شومینه روی صندلی راحتی لم بدید و از خودتون عکس بگیرید یه فنجون قهوه باید دم دستتون باشه بله خانم نوع نوشیدنی خیلی مهمه من خودم یه بار وسط مطالعه کردن دوغ خوردم خوابم برد خیلی خوشم بفرمایید خب تا لحظات دیگه جشن امضای کتاب بنده در سالن همایشات برگزار میشه و کتابی نوشتم با عنوان چه کسی آیدین مرا جابجا کرد که این اثر استاد این همه اسمت هم باید ما رو بی‌حسیات کنی مشهور میشه آیدین جان قدم با میمون بازی هم مشهور میشه چی میگی تو هیچی خب دوستان از بهترین متریال برای جلد و صفحات این کتاب استفادهش بزرگه یک انشا بنویسی که پر میره خب نه یه سری از دوستان هستن چشم‌هاشون ضعیفه و عینک هم همراهشون نیست لای کتاب چه کسی مرا جابجا کرد حدوداً 2000 کلمه 600 صفحه 2000 کلمه بله خب من یک دونه جمله رو معمولاً در یک صفحه می‌نویسم حیف درخت چی هیچ جوسا برو این الان خواهش می‌کنم بفرمایید الان میرسم خدمت شما میام ها ما هم میام خواهش می‌کنم بفرمایید کل اکوسیستم رو فنا بده برای یک کتاب
یعنی کتاب علاوه بر اینکه برای ذهنمون خوبه، برای مهرهای کمر و گردن گردنت اونجاست؟ کمر؟ باید پایه باشه. من خودم از پایه من بریم مثلا ما زیر پوش و بیجامه فقط میشه هندونه خور و یخچال دید. برو بامونده بیا بگه چیه که